سلام به همه موزیک پزای خفن چطور میتورین خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون کانال مستر چک یا اگه توی پیج اینستاگرام میبینین پیج خودتون پیج مثل چک من دیشب یه استوری گذاشتم به مناسبت تولدم که گفتم توی این یه سال و نیم نزدیک دو سالی که با هم در ارتباطیم هم دیگه رو میشناسیم چه حدسایی راجع به من میزنین توی اون باکس بنویسین من بگم کدومش درسته کدومش غلطه و الان میخوایم بریم ببینیم که کدومش درسته کدومش غلطه چیا گفتین ولی حجم سوالا رو که من دارم میبینم حجم حدسیات رو میبینم خیلی زیاده و شاید تو اینستاگرام کاملش جا نشه ولی توی یوتیوب کاملش رو میذارم هر چقدر طولانی بشه مهم نیست کاملش رو میذارم ولی تو اینستاگرام هم حالا تا ده دقیقه اگر شد میذارم دمتون گرم هم یوتیوب رو سابسکرایب کنید زنگوله لایک کامنت هم اینستاگرام فالو کنین لایک like, کامنت و بفرستین برای دوستاتون دمتون گم خیلی چاکریم بریم حدسیات شروع کنیم فقط قبلش این عینک دیگه وقت خدافزی کردنشه اما اینجا چی داریم بچه های پیج دستان لطف کردن برای من یه عینک چوبی فرستادن که خیلی من دوستش دارم و خیلی بوی خوبی میده نکن اصلا واه خیلی خوبه دوست دارم کاش این... کاش میشد بورو اینجوری یه جوری به شما رسون که چه بوی خوبی میده بسته بندیش اینو از این بعد من توی ویدئوام اینو میزنم شما میتونید از پیجشون خرید بکنید من تاییشو میکنم حتما و اگه مستر چکو بگین بگین از طرف من هستیم بهتون یه تخفیف ویژه میدن که حالشو ببرین از این بند چرمی هم داره کلن بوی خوبی میده نمیدونم عطر زدن چیکار کردن حالا من فعلا بندش رو نمیزنم ولی از این به بعد کلا این عینک میشه مختص ویدیوها بریم حدسیات رو ببینیم چه خبره چی گفتید <تصفح> چه حدسه راجع من زدین بریم اولی نوشته که آدم فلسفی هستی یکم نه زیاد بخیل و شکمو بخیل نیستم اما شکمو هستم متاسفانه یکی نوشته خیلی اسکلی قربونت برم اسکلی از خودتونه یکی دیگه نوشته که مزخرف دوست داشتنی الان نمیدونم تعریف کردی یا تخریب کردی ولی دمت گرم که حداقل اون دوست داشتنی آخرش رو نوشتی دلم خوش باشه دیگه نوشته که از اونایی هستی که صاف میزنی تو ذوق یکی نه اتفاقا من توی این مورد خیلی رعایت میکنم یعنی خیلی حواسم هست که معمولا چیا میگم سعی میکنم که اون چیزی که میگم به کسی بر نخوره آدمی که احساسات صفر و کار خودشو میکنه من من, من من, احساساتم صفره من خدای احساسم اصلا نگوی اینجوری حاج مهدی نوشته که یک کسافت عوضی دوست داشتنی یعنی من چیکار کردم با اتون قبلی نوشته بود مزخرف دوست داشتنی این کسافت عوضی دوست داشتنی کسافت دوست داشتنی هم نه کسافت عوضی دوست داشتنی این خیلی تاکید داشت نوشته که مهربون و تقصی یکم هم لجبازی من نه تخصم نه لجبازم حالا مهربونم خودم نباید بگم به نظرم نوشته که خیلی شبیه یکی از شخصیت کارتونی هستی ولی اون شخصیت رو اسمش رو یادم نمیاد خدا رو شک یادت نمیاد احتمالا میخواستی بگی روبا نره گربه نره روبا مکار از این چیزها میخواستی بگی فوتبالی نیستی آفرین من اصلا فقط توپ فوتبال رو میشناسم یعنی منو ببری توی هر زمینی بگین این زمین فوتبالی میگم ای ول این زمین فوتبالی اطلاعات صفر صفر که میگم یعنی واقعا صفر را نوشته که آدم به شدت منطقی و بیطرف در عین حال عاشق اون نون خشکا که روش تخمه داره نون تخمی چیه <تص> اسمشون آخر سر اسم اونا یاد نگرفتم آره کاملا حق به شماست سعی میکنم بیطرف باشم مانی نوشته که حول و دخترباز من؟ <applause> اشتباه نگرفتی؟ نه چی؟ یه آدمی که میونه یه جمع خنده دارترین جوک رو میگه اما هیچکی بهش نمیخنده مثلا آدم جکگویی نیستم آدم بگی جک بگو هم جک بلد نیستم یعنی جوکام از عزیز محمدی هم تره. آره این پس غلط بود نوشته که اصلا اعتقادی به مذهب نداری فکر کنم حرفای روشنفکری چی؟ اصلا اعتقادی به مذهب نداری فکر کنم حرفای روشنفکری فقط نزنی اعتقاد به مذهب ندارم اونجوری که همه دارن ندارم و حرف های روشن فکری هم نمیزنم نه شجا شجا بستگی داره من خیلی جاها شجا هم خیلی جاها خیلی ترسو یکی دیگه نوشته هیچکی کی عین یه رازی پنجا پنجا مثلا دوستای صمیمی میتونن خیلی راحت من رو بشناسن چون دیگه خیلی باشون با رو راست میشم قشن اینجوری هم آدم باهوشی هستی باهوش نمیدونم اما خیلی نیستم چرا حس میکنم اسمت حمیده اسمم حمید رضاه این برای خیلی ها سوال بود میگفتن اسم کامل تو بگو شماره ملیت هم بگو نه دیگه شماره ملی نه اسم کامل هم نه ولی اسمم حمید رضاه حمیدم صدا میکنن ولی شما مستر چک صدا بکنید کول و وسواسی شاید وسواسی یکم هستم متاسفانه خودم دارم اذیت میشم بابتش آدم خجالتی و کم حرفی هستی فکر میکنم خجالتی نیستم بستگی به آدمش داره که دلم بخواد باش ارتباط بگیرم یا دلم نخواد اما کم حرف هستم اصاب نداری؟ نه من خیلی اعصاب دارم یعنی صبورم جون جدد اسم کامل تو بگو گفتم اسم کامل در همون حد همین جزو گفتم مشری یه سی تومن کارت به کارت کن من اینو کارت به کارت می کنم دادش برات استوری می کنم رسیدشو دمت گرم آدم بیطرف و بحالی هستی قربان هست. شما لطف دارین این آدم شوختب و خاکی و بحال شوختب نیستم یعنی تو جمع قریبه شوختب نیستم اصلا مثل ایتی که برج زهره. ما <applause> مهربونی عشق موزیکی البته خیلی برای مهمه که موزیک معنادار گوش بدی آره یه جوری موزیک معنادار برام مهمه که یه آهنگی الان ورد زبون چند وقته میگه که داغ اشق تو سیگاریم کرد نفس که آهنگ کردیه کجاییه نمیدونم نوشته که آدم با حال و با ادبی هستی چون تو آهنگ فوشی میده یا میخندی یا قرمز میشی ولی در کل موفق باشی قربانت مرسی با ادب ربطی به فوش دادن نداره همه فوش دادن و بددن من هر چی فوش بخوای من بدادم ولی ترجیح همینه که استفاده نکنم که دهنم لغ نشه این واقعیتش اینجوریه من فکر کردم چل سالته خیلی ها میگن که من بیشتر از سنم میخوره خب چیکار کنم دیگه یعنی <laughs> <laughs> اینی که دیگه نمیتونم بیوی بی فیس نیستم متاسفانه خلصم چند وقت پیش داشت میگفتش که سورنا از من کوچیکتره ولی من کوچیکتر نشون داده میشم یه ایسکا بگیر حرفه ای نه هیچ وقت ایسکای کسی رو نگرفتم شده به ازن رو بگیرن اما من ایسکای کسی رو نگرفتم خدا خب وکیلی نوشته که من واقعا بیشتر از 28 انتظار داشتم باشه چیکار کنم خب بیطرفانه ترین نظرها رو میدونم که تعریف ولش کن از تلاش خسته نمیشی از تلاش خسته یه چیزی رو شروع کنی تا ته میری اگه اون چیز رو دوست داشته باشم آره تا تهش میرم الان این جریان ریاکشن و نقد موزیک و یوتیوبری اینا چیزی بود که من همیشه بهش علاقه داشتم اما راهش رو پیدا نمیکردم الان که راهش برام باز شده تا جایی که بتونم ادامه میدم و یه شما بگین که یه ویدیو از تجربیات خودم از ماشین تا این میکروفون تا یه سیستم چهل میلیونی از نورپردازی و این چیزهایی که الان دارم و همشم از یوتیوب درآوردم شما بگین که یه ویدیو براش بسازم تجربیات خودم بگم یا نه این چیزی بود که من خودم بهش اعتقاد داشتم و توش پا گذاشتم و پاره شدم بریم بعدی خجالتی و درونگره خجالتی گفتم نیستم درونگرا هستم خنده هات و لعنتی دمتون گم وای من فکر میکردم سن شما بیشتر از سی ساله وای بهت نمیخوری بیشتر از ساله بسته دیگه یه بار دو بار هر بار من سن نموم میگم وای بهت نمیخوره تو جای بابای مایی <تصال> مگه <نگم> این دیگه <تصال> نمیدونم چرا از اولین ویدئوت که دیدمت حس آشنا بودن به هم دست داد به نظرم اومد که آشنایی کیا این حس رو بهشون دست داده خیلی اینو به من گفتن و توی کامنت ها بنویسیم بچه ها اولین ویدئویی که از من دیدن اگه یادتونه بنویسیم توی کامنت ها که چی بود کدوم خواننده بود نقد بود یا ریاکشن بود دمتون گرم اسمت محمد جواده نه همید استقلالی گفتم اصلا فوتبال هیچی من گاوم تو فوتبال هیچ نمیفهمم یه <applause> <applause> مقدار زیادی مهربونی ولش کن دیگه 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 حد اینه که خیلی زرنگی گفتم زرنگ و باهوش نمیگم هستم ولی خنگم نیستم یه آدم کینه ای هستی که دومی نداره این همه حمایتت میکنم چه تو یوتیوب لایک میکنم سابسکرایب کردم کامنت میذارم ولی دایرکتم و چون یه بار بهت گفتم چرت نگو دیگه جواب نمیدی سوالات منو ریپلای نمیکنی خب آره من همینجوری هستم کینه ای نیستم ولی کسی که بی احترامی بکنه در هر حدی اصلا مهم نیست وقتی من با شما صمیمی باشم من یه چیز به شما بگم شما یه چیز به من بگی اوکی این میشه یه رابطه دو طرفه اما اینکه طرف همینجوری بیاد توی دایرکت فوش بده شاید به نظر خودش صمیمیتش نشون بده اما خب فوش دیگه فوش میدی فلان فلان شده این چیه انتظار داری من چه جوابی به تو بدم و دیگه هم خب مسلما سعی میکنم جواب تو ندم چون تو که دفعه اول یا یه بار ازت این حرفا سر زده این چیزا تونستی بگی مطمئنا عصبانی بشی بدترش هم میگی خیلی هم بودن که برعکس بوده اولش فوش دادن ما آمدم گفتم چی شده داداش چرا فوش میدی نه فقط آقایون خانم هم همین ولی بعدش الان دوستای خوب من توی همین پیج من بالای 100 تا تطلیتی فکر کنم به این فوش میدادن اوایل و الان از درجه یکترین ترین دوست توی پیج نوشته که نوشته که یه تتلیتی هستی ولی وانمود میکنی که نیستی نه من گفتم که یه تتلیتی سابقم من توی دوران راهنمایی حتی دبیرستان حتی دو سال اول دانشگاه به معنای واقعی تتلیتی بودم و همه جا از تتلو حمایت میکردم میگفتم نه این اینجوری نه اونجوری نه اینجوریه میگفتم تتلو خوبه اصلا بدش نیست تو دنیا ولی بعد از اون جریانات انتخابات و این داستان ها یکم نظرم عوض شد نسبت بهش و سعی کردم یکم منصفانه تر بی تر نگاش کنم و دیگه تطریتی نیستم ولی کارهای قدیمش رو خیلی بیشتر دوست دارم گله نمک نه من خیلی تلخم اینکه شدیدن از جمع بدت میاد از اینکه با بقیه سر کله بزنی دنیای خودتو داری کلا آره من خب این کلا خاصیت در اون دیگه از جمع فراری هن توی کنج خلوت خودشون اینجا کنج خلوت منه من حال میکنم با اینجا اینجا باز نوشته که انگار 20 ساله که میشناسم لما سب چند ساله ته نمیداد. دخترباز خرابی حالا <تصحنت> <laughs> خرابم یا دخترباز <تصحنت> نه خدا رو شکر هیچ هی قد... من کلا با لفظ دختربازی مشکل دارم و تا انجام ندادم دیگه چی نوشته بذاره خیلی هاشون آخه به موزیک دارند یا نقدن یا تعریفن اونا رو نمیخوام بخونم نوشته که در عین حال که میخندی حس میکنم غم بزرگی داری نمیدونم چرا خب اینجا جلوی دوربین اگه بخوام همه مشکلاتم هم اینجا بگم که جور در نمیاد انصافن ولی خب این مشکلات رو فکر میکنم همه دارن حالا من یه بخش خیلی تری دارم شما توی کامنت ها بخوای بری حالا که من رو بینی کامنت ها رو بخوای بری خیلی انرژی منفی ها هستش که من سعی میکنم اصلا بهش توجه نکنم اون قمه از اونجا میتونه بیاد یه بخشیش دیگه یه آدم با حال معدب که توی دبستان خیلی درس میخوند و احترام معلم رو نگه و میگفت آقا مشغل کی نگاه میکنی نه نه من هیچ وقت از این خودشیرینا نبودم انصافا درسم خوب بوده خوبه خوبم نه اینکه مثلا 19 20 18 اینا نه متوسط بودم در حدی بودم که کسی به کارم کاری نداشته باشه أوه. چی نوشته که سن پدر بزرگ خدا بیامرز منو داری بعد نوشتی 28 سالگی جوک که قشنگی بود <applause> شناسنامه من کجاست کموده حال ندارم دارم. استرسی هستی عجولی استرسی هستم عجول نیستم برعکس یه آدم بسیار سخت گیر نه نه واقعا دایورت دنیا تو زندگیت شادی و شاد بودن رو عمیقا یاد گرفتی جوک سال نه آدم جدی ولی پایه خیلی بانمکی پر دهه هفتادی و پسر خوب بانمک فکر نمی کنم باشم واقعا تالا کسی بهم نگفته بانمک خب بریم ببینیم که دیگه فقط بگو کیسه کش نیستی من کلا فوتبالی نیستم داداش انتظار کچل کردنت رو دارم واسه کادو دیگه کادو چی بدم همین عینک رو الان شما بخوای بری نمیدونم قیمت نمیگم چون مدل های مختلفش قیمتاش فرق داره ولی دیگه تخفیف گرفتم در حد 100 تومن 200 تومن بریم بگیرین دیگه چی میخواین یه پادکست هم که دادم آه... حدس میزنم چشمات پشت اینک خیلی بزرگ نشون میده اگه برداری اندازه لوبیا میشه لوبیا چشم بل <applause> دیگه نوشته که فکر میکنم پسر شیطونی نیستی و اهل رفاقت با دختره و از این حرفا نیستی بهت نمیاد مستر جان بهم نمیاد آره توی مسائل گاو من صاف تا کمی ابری هم با مسخره آدم فلسفی هستی نه خب این بود تموم شد آره تموم شد یه هیچ سوالی نیست هیچ حدسی نیست که راجع من زده باشین امیدوارم به جوابی که میخواستین رسیده باشین به جوابایی که میخواستین رسیده باشین میکروفون جدید مبارک آخر ویدیو یاد اومد بگم قرار بود این ویدیو توی یه لوکیشن دیگه ضبط بشه اما توی استوری تعریف کردم دیجی کالا چیکار کرد که نشد که نشد که نشد و مجبور شدیم که همینجا بیایم انجام بدیم این ویدیو رو هم بگیریم حالا باید این که کیفیت صدا چجوریه حالشو بردین یا نه توی کامنت ها بنویسین که کدوم حدس و راجعه من درست میزدین کدوم حدس و غلط میزدین و اگه حدس دیگه ای دارین بازم توی کامنت ها بنویسین من میام جواب میدم کامنت های این پست این ویدیو رو استثنان همه رو میخوام جواب بدم دمتون گرم خیلی چاکری مرسی که منو حمایت کردین تا به امروز از این به بعدم حمایت بکنین من هر چی دارم از شماست شما نبودین خیلی اتفاقات نمی افتاد دمتون گم به اون قضیه هم بنویسین که تجربیات خودم و از شروع یوتیوب تا الان براتون بنویسم یعنی براتون ویدیو بسازم بنویسم یا نویسندم براتون ویدیو بسازم یا نه خیلی شکریم فالو سابسکرایب لایک کامنت زنگوله الان زنگوله هم توی یوتیوب هستش هم توی اینستاگرام جفتش رو بزنید کامنت هم که بتر کنید خیلی چکریم چک دوستتون دارم راقب خودتون باشین قربان شما استر چک داره از طور ملاقه نده می کنم تا تشمهات به مرتزل تو بگو بد خدا شده باید به مرتزل با دنمون هم زرش چرا سکو نازدی به مولا ولازی نمی کنه تو داشی چایی این ای انار انار بیا به بالینم شبنم گلنم